در صحنه اصلی کار 55 15 رو داده بوده. ویدیوی 55 ترشولد 15. خب طبق قواعد عادی و درست جدول هماهنگی سیگنال ها با ترشولد و ادیت، سیگنال پایین خب ویدیوی 55 ش برابر 11 و سیگنال 11 پایین رو برابر ویدیوی 55 میدیم. پایین رو صفر میکنیم، بالا رو میاریم رو خود 5 که سیگنال 5 مربوط به ترشولد 15 میشه. یه اوکی به این یا یه تاییدیه میدیم، میاییم بر روی 1 یه تاییدیه بهش میدیم. این صحنه اصلی کارها، بعد دو صفرش کنیم. خب یک دوقلو کامل اینجا به ما میده. اگه آینتی سایز 5 رو بزنیم و بعد F 7 رو بزنیم، خب این تایید میکنه که امکان وجود هدف هست و میگه هست. دوتا مثلثی هم رو به هم، پاپیونی نیست، ببینید مثلثی رو به هم. خب این درسته، دو قلوه. حالا اگه این ترشولدش هم 45 بود، ما میمدیم سیگنال 11 پایین 20 10 انتها میرفتیم، همین برای ما میمد، خب این خیلی عالی بود. به طور مثال در مورد ترشولد 45 گفتیم، اینجا که ترشولدش 15 فقط نمونه گفت. ولی الان اگه ما 20 سیگنال پایین رو بنابرای ویدیوهای 100 بدیم و بعد بیایم پایین رو 0 بکنیم و بالا رو هم 20 بکنیم، یعنی برابر ترشولد 45، یعنی بالاترین حد تغییرات زمین رو بخوایم بگیریم و دوباره بیایم 5 رو بدیم، همون سیگنالی که مربوط به اون منبع خودش در ترشولد 15 بوده، یعنی سیگنال 5. بعد دوباره 1 رو بهش بدیم و بعد 2 صفرش بکنیم، باز این دو قلوه میاد. آینتی سایز 5 رو بزنیم، پر رنگش کنیم، هم شکلی هست و در ترشولد و تغییر ترشولد، حتی از ترشولد پایین به بالا یه شکل اومده. پس با این نمیتونیم حساب کنیم که این هدف اصلیمونه، چون با دو ترشولد متفاوت، 15 خودش که قرار داده شده بود سیگنال 5 بالا و بعد 20 این شکل ترکیب گرفت، با اون که حتی اینجا اگه ما 20 رو میدادیم 5 رو میدادیم 1 و 2 صفر، نباید دوباره این شکل ها برای ما آشکار میشد و میگفتیم این دو قلو میاد. تا این وجود هدف و حتی با ابعاد کوچیک تو صحنه اصلی کار رد میکنه. ببینید برای یک هدف کوچیک در صحنه اصلی کار بود در زمان تمرین، شما 20 هم بدی بیای 5 بدی ایرادی نداره، چون اصلا انرژی وجود نداره به اون معنا با یه فلز طلای کوچیک، ولی برای طلای بزرگ نه، یا برای فلزی که عمری ازش گذشته نه، این جریان انرژیش باید هماهنگی داشته باشه که نداره ترشولدش، چون اونها دارای جریان انرژی بالاتری.